من خاطرم هستش که سر کلاس بودیم، سر کلاس فکر میکنم کارنامه بود اگر اشتباه نکنم، یادم هست که یکی از اساتید بسیار محترممون داشتن، اتفاقا همون ایام در مورد آقای گلزار صحبت میکردن، بسیار چون استاد شناخته شده ای هستن و حسن نیت داشتن، من اسمشون رو نمیبرم ولی دلیل خاصی نداره، ایشون گفتن این مثلا کسایی که صرف چهره دارن سال دیگه امکان داره نباشن. از اون صحبت فکر میکنم و همون موقع یادم هستش که گفتن که مثلا تو شماها کی دوست داره جای گلزار باشه، من یادم تنها کسی که تو کلاس دستش بالا کرد من بودم، با یه نگاه عفیف بیفی هم مواجه شدم همون روز از بقیه بچه ها که آقا یعنی چی، گفتم بالاخره سوپر استار و بالاخره جایگاه دست نیافتنی داره. من فکر میکنم الان بعد از سالها از اون روز حرف من تایید شد، هنوز آقای گلزار هست. منظورم از صرف آقای گلزار منظورم این که بالاخره وقتی که کسی طرفدار داره باید بهش احترام گذاشت و مثل هر بازیگر دیگری نقش خوب دارن و نقش بد. حالا اینو گفتم برسم به اینجا که همون دوران به نظر من یک مقداری این بحث صدا اولش داشت به من آسیب می‌زد، یعنی مثلا انگ تقلید و اینا می‌خورد. حالا خدا رو شکر به مرور گذشت و حالا ثابت شده اصلا بوده نبوده، من معتقد هستم که آقای فروتن رو نسل بعد از خودشون بسیار تاثیرگذار بودن، یعنی من خاطرم هستش که بسیاری از بازیگرا این عصیانی که تو بازیشون به چشم خوره به نظر من تحت تاثیر آقای فروتن بوده، با خودشون هم تو خلوت صحبت میکنیم، حالا شوخی عرض کنم خدمتتون گردن میگیرن، حالا نمیدونم بعدن واقعا چه جور باشه، ولی غرض این که حالا در مورد خود شخص من بحث صدا در مورد من اول کار هم بسیاری از مواقع باعث پیشرفت من شد، یعنی مثلا باعث یادآوری می شد که آقا خب من این کیه، آقا این پسره مثلا که اینطوره صداش اینجوریه، بعضی از مواقع هم که خب این انگ تقلیده می خورد در واقع یک مقداری مانع بود. خلاصش رو بگم به جمع کنم خدمتون، متاسفانه یا خوشبختانه‌شو نمیدونم، من مثلا معتقدم حامد بهداد عزیزم توی فیلم بعدم خوب بازی میکنه، من متاسفانه معتقدم بازیگری هم که توی فیلم بعدم تو فیلم خوب خوبم، با کارگردان خوب خوبم، کارنامه به نظرم اینو نشون میده، و با کارگردان بعدم یک دلیل خیلی مشخص داره، مجید که بارها با من کار کرده میدونه، اصولا من اهل چالش زیادی نیستم، نظرمو میگم، نظر کارگردان رو میشنوم و قواعد بازی رو میدونم، میدونم نظر کارگردان به نظر من ارجحه، حتی اگر اشتباه باشه نظر من، پس شکل اون چیزی میشم که کارگردان از من خواسته. برای همین معتقدم مثلا تو کار با کارگردانی که با حساسیت بیشتری در واقع کارگردانی میکنم بحث بازیگری رو، بعضی از کارگردان هستم بسیار کارگردان خوبی هم هستم ولی اصلا دخالت نمیکنم، میگن تو بازیگری من به تو میگم چی میخوام تو خودت خروجی میدی، من فکر میکنم در مورد کارگردانی که یک مقدار بیشتر به من میگن بکن نکن خروجی های موفق تری دارم، به خاطر اینکه بسیار آدم اصلا در زندگی من، البته امینم و در زندگی من بسیار آدم نصیحت پذیر و حرف گوش کنیم، مجید میتونه شهادت بده.